وقتی در دهه 1350 خورشیدی ایران یکی از مدرنترین ناوگانهای های هوایی منطقه را داشت شاید هیچ کس تصور نمی کرد روزی برسد که همان پرنده های پرزرق و برق غربی بدون پشتیبانی قطعات و نرمافزار به کالبورت های سرد و خاموشی در آشیانه ها تبدیل شوند اما با وقوع انقلاب و سپس تحریم های سنگین نظامی ایران ناگهان در میانه آسمانی پر از دشمن من بدون نقشه و قطب ماند آنچه که در غرب تنها با یک کد دیجیتالی ساده فعال می شد برای مهندسان ایرانی به معمایی چند لایه از مدارها سیمکشی های رمزگذاری شده و زبان دیجیتال تبدیل شد و از همان نقطه داستان بومیسازی اویونیک ایران آغاز شد نخستین نشانه ها در سالهای ابتدایی جنگ ایران و عراق دیده شد وقتی خلبانان F4 فانتوم و F14 تامکت شکایت می کردن که بعضی از نمایشگرها سیگنال دریافت نمی یا هشدارها بیدلیل روشن می شوند متخصصان الکترونیک نیروی هوایی در شرایطی که حتی نقشه های اصلی مدارها در دسترس نبود شروع به مهندسی معکوس کردند یکی از افسران بازنشسته بعدها گفت ما با مولتیمتر و اسیلوسکوپ مسیر سیمها را یکی یکی دنبال می کردیم درست مثل باز کردن قفل یک مغز فلزی در همان دوران بود که مفهوم آویونیک ملی شکل گرفت مجموعی از تلاش ها برای جایگزینی سامانه های خارجی با ماجول های داخلی حتی اگر دقت و کیفیت اولیه کمتر باشد اما مهم این بود که پرنده دوباره جان بگیرد در عواسط دهه 1370 پروژه‌ای در سازمان صنایع هوایی آغاز شد که هدفش طراحی اولین نمایشگر چند منظوره ساخت داخل بود تا پیش از آن کابین هواپیماهای ایرانی پر از اقربه های مکانیکی بود ارتفاع سنج، سرعت سنج، زاویه سنج، سوخت، جهتیاب و غیره که هر کدام با نشانگری جداگانه بودند اما فناوری دیجیتال به سرعت در حال جایگزینی آنها بود مهندسان ایرانی با ترکیب قطعات وارداتی تجاری و طراحی بردهای الکترونیکی داخلی اولین نمونه های MFD را ساختند اگرچه وضوع تصویر پایین و رنگ ها محدود بود اما به خلبان اجازه میداد نقشه ساده وضعیت سوخت و هشدارهای سیستم را در یک صفحه ببیند همزمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مالک اشتر گروه های تحقیقاتی روی طراحی واحدهای پردازش پروازی و سیستم‌های ناوبری اینرسی کار می‌کردند. نخستین نمونه‌ها با خطای زیاد روبرو رو بودند، اما هر آزمایش گامی بود به سوی استقلال فناورانه. یکی از فانتوم‌های بازسازی شده با سامانه آویونیک بومی از پایگاه شیراز برخاست. در نگاه نخست کابین تفاوت زیادی نداشت، اما پشت آن های ساده سیاه و سفید مغز دیجیتال ایرانی پنهان شده بود خلبان آزمایشی بعدها تعریف می کرد و می گفت برای اولین بار سیستم هشدار ارتفاع به فارسی به ما گفت ارتفاع پایین است این شاید لحظه نمادین بود پرنده آمریکایی اما با صدای ایرانی در کابین آن روز آویونی که بومی نه تنها پرواز کرد بلکه نشان داد که در آینده خلبان ایرانی می تواند بدون وابستگی به مدارهای خارجی پرواز کند دهه 1380 دوران بلوغ الکترونیک نظامی ایران بود. صنایع سا ایران، اوج و غیره پروژه های مشترکی برای توسعه HUD، رادار ارتفاع سنج دیجیتال و سامانه های ارتباطی رمزگذاری شده آغاز کردند. این دوران به ویژه با پروژه سایقه و سپس کوسر همراه شد. پروژه کوسر که در واقع باز طراحی عمیق یک پلتفرم قدیمی آمریکایی بود مهندسان مجبور شدند همه چیز را از نو بنویسند نرم افزار پروازی نمایشگرها پردازنده ها و حتی منطق هشدار دهنده ها سیستم های دیجیتال با معماری ماژولار طراحی شدند تا در آینده بتوان هر قسمت را بدون وابستگی به دیگری تعویض یا ارتقا داد این انطاف شبیه همان چیزی بود که در نسل های چهارم و پنجم هواپیماهای غربی دیده میشد در کابین کوسر سه نمایشگر رنگی بزرگ جایگزین دهها اقربه قدیمی شدند در مرکز یک MFD اصلی وضعیت موتور سوخت تسلیحات و نقشه پروازی را نشان میداد سمت راست صفحه مخصوص ناوبری و سمت چپ بخش مدیریت جنگ افزار و ارتباطات تمامی منوها به زبان فارسی طراحی شده بود این یک تصمیم فنی و فرهنگی بود که آموزش خلبانان جوان را سریعتر و دقیق تر می کرد. اما شاید بزرگترین جهش در حوزه پردازش مأموریت اتفاق افتاد در گذشته پردازنده های مرکزی پرنده ها معمولا قفل نرم افزاری داشتند و به راحتی قابل جایگزینی نبودند ایران با استفاده از FPGA های بومی سازی شده و طراحی سخت افزار قابل برنامه ریزی توانست یک معماری باز خلق کند این بدان معنا بود که میشد با بروزرسانی نرم افزار قابلیت جدید به هواپیما افزود از رادارهای جدید گرفته تا تسلیحات هدایت شونده داخلی به طور خاص پروژه‌ای با نام رمزی فجر 20 در میانه دهه 1390 اجرا شد که هدفش طراحی کامپیوتر مأموریت برای جنگنده های فانتوم و کوسر بود. سیستم فجر 20 دارای پردازنده مرکزی دو هسته‌ای و واحد گرافیکی مجزا برای پردازش داده‌های پروازی و تصویری بود. این سیستم به شبکه داخلی داده‌ها متصل می‌شد که بر پایه استاندارد داخلی مشابه MILSTD1553 طراحی شده بود. با آغاز پروژه های سنگین تر مثل قاهر 313 و شفق مفهوم آویونیک ایرانی وارد مرحله جدیدی شد قاهر برخلاف ظاهر پر رمز و راز خود به عنوان آزمایشگاهی برای فناوری های آویونیکی آینده ساخته شد صفحه نمایش های لمسی، سنسور های ترکیبی، سیستم های پرواز با سیستم فلای بای وایر و حتی هداپ دیجیتال با نمایش ترکیبی گزارش هایی که بعدها منتشر شد نشان داد قاهر نه صرفا یک جنگنده بلکه سکوی آزمایش فناوری بوده است برخی از الگوریتم های طراحی شده در آن بعدها در پروژه های پهبادی پیشرفته مثل کمان 22 و شاهد 191 به کار گرفته شد این پهبادها دارای کابین زمینی یا رابط گرافیکی مشابه هواپیماهای سرنشیندار بودند که در واقع نتیجه مستقیم تجربه بومیسازی آویونیک بود یکی از چالش های مهم در بومیسازی کابین ایجاد رابط کاربر مناسب برای خلبان ایرانی بود تا پیش از این تمامی تجهیزات با استانداردهای ناتو طراحی میشد و خلبان باید با واحدها اختصارات و منطق غربی کار میکرد کرد. اما سیستم های جدید به گونه ای طراحی شدند که بر اساس منطق بومی و زبان فارسی کار کنند مثلا هشدارها نه به صورت رمز یا کد بلکه با صدای طبیعی یا متن فارسی نمایش داده می شوند مثل سوخت کم دمای موتور بالا خطای سامانه تسلیحات این تغییر ساده بهرهوری و واکنش خلبان را در شرایط بحرانی به شکل محسوسی افزایش داد در کنار آن سامانه شبیه ساز پرواز داخلی نیز توسعه یافت تا خلبان بدون نیاز به هواپیماهای واقعی در کابین دیجیتال آموزش ببینند اکنون آویونیک ایران وارد مرحله ای شد که با اطمینان میتوان از آن به عنوان نسل چهارم داخلی یاد کرد در پروژه های جدید مثل یاسین دو و کوسر پیشرفته همه چیز دیجیتال است از نمایشگرهای لمسی گرفته تا سامانه های هوشدار هوشمند و ناوبری ترکیبی ماهواره و اینرسی حتی سیستم اکسیژن و فشار کابین به صورت خودکار کنترل می شود در طراحی های جدید خلبان در مرکز شبکه ای از سنسورها، دادهها و الگوریتم ها قرار دارد. هر تصمیم او با هوش مصنوعی کمکی تحلیل می شود. این سیستم ها می توانند مسیر بهینه پرواز را پیشنهاد دهند یا در صورت تهدید موشکی مسیر فرار را به صورت لحظه ای نشان دهند. جالب اینکه ایران در طراحی این هوش‌های پروازی از داده‌های میدانی پهبادها استفاده کرده است. صدها ساعت پرواز پهبادهای شاهد و مهاجر در مناطق مختلف الگوریتم‌های یادگیری ماشین را تغذیه کرده اند تا آویونیک نسل بعد دقیق‌تر و هوشمندتر شود. وقتی امروز خلبان ایرانی در کابین کوسر یا یاسین می نشیند شاید در ظاهر هنوز همان خطوط آشنا از دهه هفتاد میلادی را ببینند اما مغز درون این پرنده ها کاملا ایرانی شده است از پردازنده های معمولیت گرفته تا نرم های مدیریت پرواز از HUD شفاف تا سامانه های ارتباطی رندگذاری شده همه در داخل کشور طراحی و ساخته شده اند این مسیر از جایی آغاز شد که در آشیانه ای تاریک چند مهندس جوان با چند ابزار ابتدایی تلاش کردن یک فانتوم خاموش را روشن کنند امروز همان مسیر به نقطه ای رسیده که ایران نه تنها تعمیرکار پرنده های قدیمی است بلکه خالق نسل جدید کابین های دیجیتال خود نیز شده است و شاید در آینده ای نه چندان دور وقتی جنگنده جدید ایرانی از باند برخیزد صدای سیستم هشدار دهندهش همچنان فارسی بگوید خلبان ایرانی معموریت آغاز شد و پرواز ایمن است اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما